در خفا و قبار تاریخی تهران در دهه پنجاه سیروس نهاوندی جاسوس چیره دست ساواک حقایقی رو که میتونه سرنوشت کشور رو برای همیشه تغییر بده رو کشف میکنه. نهاوندی باید انتخاب کنه که کدوم درسته. وفاداری به جایگاه و قدرتی که با اون رشد کرده یا حقیقتی که بهای سنگین برای خودش و خانوادش داره. و اون وارد بازی میشه که حتی دوستان نزدیکش هم به دشمنش تبدیل میشن اما قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو لطفا این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. سیروس نهاوندی تو سال 1318 تو خانواده ثروتمندی تو تهران به دنیا میاد و دوران تحصیل دبیرستانش رو با بعضی از افراد سازمان دانش آموزی حزب توده گذروند اون به فعالیت سیاسی پرداخت و بعد از اتمام دوره دبیرستان به علت پافشاری پدر و مادرش برخلاف میل شخصی در سال 1338 برای ادامه تحصیل به آلمان میره. اول تو شهر هانوفر وارد دانشکده فنی میشه ولی خیلی زود این دانشکده رو رها میکنه و به هامبورگ میره. تحصیلات خودش رو در رشته فلسفه ادامه میده. اون به تدریج با دانشجویان ایرانی آشنا میشه و وارد کنفدراسیون دانشجویان ایرانی میشه. سیروس تو اون کنفدراسیون با محمد جاسمی آشنا میشه جاسمی که علاقه نهاوندی به مطالعه رو میبینه کتاب ها و جزوات مارکسیسی رو در اختیار اون قرار میده و از غذا سیروس هم به مارکسیسم علاقه من میشه و حل بسیاری از مشکلات اجتماعی رو در اون پیدا میکنه با بروز اختلاف میان حزب کمونیست چین و حزب کمونیست شوروی سیروس با جزواتی که در این باره میخوند تحت تاثیر جاسمی به پکن و حزب کمونیستی چین گرایش پیدا میکنه سیروس از طریق جاسمی با فردی به نام مستعار حسن آشنا میشه و در بحث ها و گفتگوهای دو نفره اونا شرکت میکنه و در پایان یکی از این جلسه ها حسن که نام واقعیش کوروش لاشایی بود به اون میگه که میخواد سازمانی تأسیس کنه که در ایران مبارزه مسلحانه کنه به همونجا از نهاوندی میخواد که به این سازمان بپیونده سیروس با کمال میل میپذیره و عضو سازمان انقلابی حزب توده میشه تو سال 1343 اولین کنفرانس سازمان انقلابی حزب توده در تیرانا یعنی پایتخت آلبانی برگزار میشه و سیروس نهاوندی به عنوان نماینده هامبورگ در این کنفرانس شرکت میکنه سیروس تو سال 1344 برای گذراندن دورههایی از آموزش های نظامی و سیاسی آزم چین میشه و بعد از چند ماه به آلمان برمیگرده و با پیشنهاد رهبری سازمان در سال 45 برای مبارزه مسلحانه راهی ایران میشه و تو سال 46 سازمان رهایی بخش خلقهای ایران رو مستقل از سازمان حزب توده رو کرد اما برای تشکیل سازمان مشکلی برای این سازمان به وجود اومد که باید اعضا سریعتر اونو رفت میکردن و اون مشکل هم چیزی نبود جز کسری بودجه اونا قرار میذارن که برای تامین منابع با فروش خونه و اساسی خودشون پول تهیه کنه. اما چون این کار سوء زن ایجاد میکرده تصمیم میگیرن با حمله مسلحانه به بانک ایران و انگلیس تو خیابان تخت جمشید 9 میلیون پول نقد رو که در گاف صندوق این بانک بود مصادره انقلابی کنه و به این بهونه که چون این بانک وابسته به استعمار انگلیسه سرقت از اون تاثیر خوبی روی افکار مردم میذاره گروه ناوندی فقط با تعدادی بمب دستساز و یک اسلحه کمری آماده سرقت میشن روز پنجشنبه 23 تیر 48 5 دقیقه قبل از تعطیلی بانک عملیات آغاز میشه انتخاب این ساعت برای این بود که در ساعت 12 ظهر بانک تعطیل میشه و کسی به بانک مراجعه نمیکنه و اونا برای خالی کردن گاف وقت کافی رو دارن وقتی چهار نفر مبارزه انقلابی وارد بانک میشن برخلاف برنامه ریزی قبلی یکی از اونا دست پاشه میشه و یادش میره تا پرده رو به خیابون رو بکشه. اونا انقدر دست پاچه بودن که از خیلی گاوصندوق گذشتن و فقط موجودی باجه ها رو برداشتن و در رفتن. گفته میشه موجودی باجه ها فقط سر نوید هزار تومن بوده. البته روزنامه کیهان دو سال بعد به نقل از پرویز ثابتی این رقم رو دیویست و هزار تومن اعلام کرد. این ماجرا اولین سرقت مسلحانه از بانک های ایران با انگیزه سیاسی بود و پرویز ثابتی در این مورد میگه که همون روز هویدا به من گفت خب ما هم جزو کشورهای مترقی شدیم که به پانکا حمله میکنه سیروس نهاوندی به تدریج اعضای جدیدی رو به سازمان خودش اضافه میکنه و کم کم وقت اعلام موجودیت کردن سازمان میرسه اونا تصمیم میگیرن که به دنبال اجرای عملیات بزرگ تاجه ها رو به خودشون جلب کنند اما این عملیات بزرگ چی بود عملیات بزرگ رو بودن سفیر آمریکا در ایران با هدف مبادله اون با بعضی از زندانی های سیاسی بود. تو نیمه شب آذر سال 49 عملیات رو بودن داگلاس مکارتور دوم انجام میشه. سفیر ایالات متحده به همراه همسرش به زیافتشان به منزل امیر اصدالله علم میره. ساعت دوازه از خونه علم بیرون میاد تا به سفارت خونه آمریکا برگرده. داستان از این قرار بود که با هایی که سیمین خواهر سیروس مدتی قبل با شناسنامه جعلی خریده بود از جلو و عقب راه رو به اتومبیل سفیر ببندند و افراد به سرعت پیاده شن و یه نفر سطل رنگ جلوی شیشه اتومبیل سفیر بپاشه تا دید راننده به طور کلی کور بعد یه نفر دیگه هم با تیر شیشه پنجره رو خورد کنه و با تهدید سفیر رو پیاده کنه و سوار اتومبیل کنه و بعد از سوار شدن به سرعت از محل حادثه دور شد وقتی اتومبیل سفیر آمریکا به خیابان ظفر میرسه سیمین با خودروی شرولت مدل 1963 راه رو به اتومبیل سفیر میبنده و همسرش منوشر نهاوندی با اتومبیل خودش به فاصله نیم متری پشت اتومبیل سفیر وای میسه ایزاد پناه و محمدی و سیروس نهاوندی به سرعت پیاده میشن و بدون اینکه سطر رنگ رو به شیشه اتومبیل سفیر بپاشن با تبر شیشه پنجره رو میشکنن. تبر تو ماشین میفته و محمدی اسلحه رو به سر مک نزدیک میکنه و ازش میخواد که از ماشین پیاده شه در همین موقع راننده سفیر با استفاده از نیمت فاصله بین ماشینا دند عقب میگیره و به شدت به ماشین نهاوندی برخورد میکنه همین چند لحظه کافی بود که راننده سفیر بتونه سفیر رو از محلکه نجات بده رو بودن سفیر آمریکا میتونست دنیا رو تکون بده و همه نگاه ها رو متوجه سازمان رهایی بخش خلقهای ایران کنه اما نهاوندی و رفقاش تو این عملیات ناکام موندن و ساواک توجهش به اونا جلب میشه این داستان جذاب ادامه داره تو قسمت های بعدی همراه من باش تا با همدیگه این روایت رو به سرانجام برسونیم خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودین لطفا نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید و کانالمون رو سابسکرایب کنید